برای اسرائیل توانایی نظامی داره که بتونه برنامه اتمی ایران رو از بین ببره یا نبره، اینا تمام مسائل سری هستش که هیچ کس واقعا نمیدونه در اسرائیل. نه من میدونم، نه کسانی که در مطبوعات اسرائیلی هستن میدونن، نه کسانی که 10 سال پیش از ارتش اسرائیل اومدن بیرون میدونن. این مسئله واقعا سری هستش. احتمالش وجود داره که اسرائیل این توانایی رو داشته باشه، احتمالش وجود داره که نداره، معلوم نیستش. چیزی که معلوم هستش این هستش که روابط بین اسرائیل و حکومت ولایت فقیه دیشب وارد یک فصل جدید شد. اینکه حمله شد، ببینید گفته شد در نیویورک تایمز که اسرائیل به یک ساختمان در مجاور در نزدیک کنسولگری جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و در اون 7 نفر کشته شدند. پس ایران، سه حکومت جمهوری اسلامی 300 تا پهپاد موشک به اسرائیل حمله شلیک کرد. از شما سوال میکنم، چند بار تا حالا جمهوری اسلامی از طریق گروه های نیابتیش به سفارت های خونهای ما حمله کرده؟ سال 1992 در آرژانتین 27 تا اسرائیل کشته شدن، اسرائیلی کشته شدن. سال 1994 مرکزی یهودیان در بوئنوس آیرس 95 نفر کشته شدن. بعد سفارت اسرائیل در انگلستان بود، بعد سفارت های مختلف اسرائیل در گرجستان، در هند و جای دیگه مختلف تحت حمله جمهوری، گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی قرار گرفتن. پس اگه اینطوره، اسرائیل میتونست بعد از هر حمله 300 تا موشک و پهپاد به ایران شلیک بکنه؟ واقعا این یک تحریف بود که عکس العملی که جمهوری اسلامی ایران نشون داد. و این واقعا نشون میده که الان در ایران واقعا زیر فشار هستن، که یا زیر فشار هستن یا زیاد ازت فکر میکنن که قدرت دارن. چرا شاید زیاد فکر کنن که زیاد ازت قدرت دارن؟ چون برای اولین بار بعد از انقلاب 1357 الان ایران متعلق هستش به یک پیمان با چین و روسیه و با دو ابرقدرت الان هم پیمان شده. شاید این احساس واقعا زیاد از حد اعتماد به نفس به حکومت آقای خامنه ای داده، یا اینکه واقعا جمهوری اسلامی احساس خطر میکنه. ببینید، بعد از حمله هفتم حماس همیشه هدف ایران این بود که در گروه‌های نیابتی سرمایه گذاری کرد، میلیارد دلار، که اونها برن با اسرائیل و آمریکا به جنگن، نه ایران. ولی الان حماس حمله کرد به اسرائیل، جمهوری اسلامی حزب الله رو فرستاد برای حملات به اسرائیل تا اسرائیل رو وادار بکنه که با آتش بس دائمی موافقت بکنه، شکست خورد. با حوثی‌ها وارد مسئله شدن، حوثی‌ها به همپیمانان اسرائیل حمله کردن تا ضربات اقتصادی اونها اینقدر زیاد بشه که اونها فشار بیارن روی اسرائیل که با آتش بس دائمی موافقت بکنه، اون هم شکست خورد. و الان اینقدر چهره، میشه گفت اینقدر تصویر بازدارندگی جمهوری اسلامی و چهرهش زیر سوال رفته بود که دیشب واقعا احساس کردن که بایست این حمله رو بکنن، وگرنه در خاورمیانه و در داخل ایران شاید دشمنان حکومت قدرت رژیم رو زیر سوال ببرن و این باعث شد که این واکنش رو نشون بدن. ما وارد یک فصل جدید شدیم و این فصل جدید واقعا نشون میده، اقدام جمهوری اسلامی ایران نشون میده که آقایون و خانومها در خاورمیانه، کسانی که ناظر هستیم در این مسئله، این مدل جنگ نیابتی حکومت ولایت فقیه دیگه کارآمد نداره، دیگه کارآمد نداره. و دیشب این که حکومت وادار شد که به اسرائیل مستقیم حمله بکنه، کاملا نشون میده که دیگه این مدل کارآمد نداره. چون جمهوری اسلامی تا الان میخواست تا آخرین عرب با اسرائیل بجنگه که جنگ نیاد به خاک حکومت ایران، ولی الان رسیده.